از زخم تنت آتشی افتاده به جانها، از زخم تنت آتشی افتاده به جانها، بند آمده از شدت درد تو زبانها. غم بود و الم بود و جفا بود و ستم بود، ما هر چه شنیدیم از اینها و از آنها. بر بام فلک نیست مگر طائر فریاد، از خاک نخیزد مگر آواز فغانها. پرسید که این شهر که گفتید کجا هست؟ جایی که به پیری نرسیدم جوانها، جایی که به پیری نرسیدند جوانها. خواهم وطن بقای تو را از خدای تو، تا جان به تن نراست بگویم سنای تو. این نکته دلکش است که دارم هوای تو، تا جان به تن مراست بگویم سنای تو. به نام خالق هستی بخش و عرض سلام خدمت همه شما هموطنان عزیزم و سلام به جای جای و شهر دیار کشور عزیزم افغانستان، که از تمام کوچه و پس کوچه هایش بوی استقامت و بوی تحمل، صبر و قدرت و بردباری می دهد. و سلام به همه شما هموطنان عزیزم در هر جایی که هستین، و یک سلام ویژه خدمت همه شما مردم و شهر عزیز هرات عزیز، که مصیبت وارد شده بر شما قلب ها و دل های همه ما را محزون کرده، ما را شریک غم های خودتان بدانین. و افتخار میکنیم به وجود مردم دلیر و پر استقامتی که حتی در سختی ها و مشکلات هم امید خودشان را از دست ندادن، توکل خودشان را از دست ندادن. و همچنین قدردانی میکنیم از بسیاری از شما هموطنان عزیز ما که آستین همت بالا کردین و به یاری شتافتین. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه روشنا، و امیدوار هستیم که امروز هم با ما باشین. و خواهر خوبم خانم دکتر رضایی کارشناس امروز برنامه ما هستن، سلام عرض میکنیم خدمتشان و به برنامه روشنا خوش آمدید. با نام یاد خدایی که نام او زینت بخش کلام ها و یاد او آرامش بخش روان هاست، عرض سلام دارم محضر شما همکار محترم و همینطور همه بینندگان عزیزی که بیننده ای برنامه هستند و در این ساعت لحظات ای برنامه رو تماشا میکنن. من هم به نوبه خود تسلیت عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیز ما بابت اینکه دچار یک حادثه شدیم در غرب کشور، به خصوص خدمت مردم شریف هرات و به صورت خاص مردم ولسوالی زندجان، به خصوص و خاص‌تر مردم روستاهایی که متاسفانه به شدت از این حادثه دچار آسیب شدن و خانه های ناتخریب شده و از اون مهمتر عزیزان خود را از دست دادن. از درگاه حضرت حق در اولین و مهمترین مسئله برای همه عزیزان و بازماندگان صبر بسیار ارزشمند و بردباری و شکیبایی و تحمل دردها و مصیبت‌ها را خواهان هستم، و در وهله بعد برای همه بزرگواران و عزیزان و هموطنان ما ای که تلاش بکنن در راستایی که غم شریکی بکنن در وهله اول و بعد در راستایی که همیاری و همکاری بکنن، که هر چه سریعتر انشالله در راستای بازسازی و قریجات و کمک همه جانبه به عزیزان انشاءالله تلاش بکنیم، که خداوند دوست می‌دارد مردمانی را که در غم و در شادی شریک هم دیگر هستند. و اتحاد و همدلی اصل اساسی دین ماست و بسیار بسیار مهم است که با حکم وظیفه انسانی دست هم دیگر رو بگیریم و انشاءالله یار و مددکار و غمخوار هم باشیم. بله بسیار عالی. خانم رضایی، خب شروع صحبت شما خودتان هم بیان کردین، وظایف انسانی ما در قبال بلاها و مصیبت‌هایی که می‌بینیم نسبت به هموطن خود ما یا هر انسان دیگه‌ای در هر جایی که هست، خب یک نوع وظایف انسانی در قبال آنها داریم. چه وظایفی داریم؟ چه باید بکنیم در این شرایط سخت، در شرایطی که می‌بینیم که یک عده‌ای در
زیر آوارها هستن، در مصیبت‌های گرفتار هستن، چه وظایف انسانی داریم، چه باید بکنیم؟ بله، بسیار بسیار نکته مهم و ارزشمندی را مطرح کردین مبنی بر این که چه باید بکنیم. خب قطعاً او درجه بندی داره، یعنی به اصطلاح ما همیشه اینو مطرح میکنم که اولویت بندی داره. اولین مهمترین چیزی که هست اینه که در سطح هم حکومتی و هم در سطح افرادی که به هر حال مسئول هستن و زیدخل هستن در این مسائل و بعد در سطح انجمنهای مردمی، هیئت‌های مردمی، گروه‌هایی که دارن میرن، اولین مسئله اینه که اساساً به مدیریت بحران دقت بکنن. یعنی وقتی مواجه میشیم با یک حادثه با این بود و حادثه‌ای که در یعنی تعدادی از افراد که حالا متاسفانه تعداد فقط صرفاً کشته شده‌ها و افرادی که زیر آوار ماندن و تازه از آوار بیرون آمده شدن بیش از 2000 نفر اعلام شده و احتمالی وجود داره که در طول روزهای آینده و عزیزانی که هنوز در زیر آوار هستن از آوار خارج بشن، خدای نکرده تلفات افزایش پیدا بکنه و اضافه به شمار کشته شدگان. لذا نکته اولی است که هر اقدامی که قرار است انجام بدیم قبل او بر اساس یک برنامه، یعنی بسیار بسیار مهم است که وقتی که ما مواجه میشیم با یک آسیب و یک بلایی مثل بلا به هر حال مصیبت بسیار بسیار عظیمی هست، قبل از هر اقدام عجولانه یا به اصطلاح موازیکاری چندین نفر در آن واحد به یک کار بپردازن، چندین ارگان یا نهاد یا حتی گروه ها، بشینیم فکر بکنیم که دقیقاً چه کاری باید کرد و اولین و مهمترین کار چیست. خب ببینید اگه بیایم به اصطلاح بپردازیم به یه، خب طبیعتاً اولین کاری که متاسفانه ما در طی اخباری که این روزها از رسانه ها میشنویم، هنوز هم ما در این ارصد و چهار مشکل هستیم، اگرچه که من امروز مثلا در اخبار میدیدم که کشور همسایه یک مورد وارد شدن برای قضیه. اول ببینید هم به لحاظ انسانی هم به لحاظ دینی و اعتقادی ما اولین کاری که لازم هست بکنیم اینه که مشخص بشه کسانی که خب حالا ما تا دیروز حتی البته اینو میدونیم که خام زوری احتمالی هست که حتی امروز هم پس از سه روز احتمال وجود داره که زیر آوار هنوز کسی زنده مانده باشه، کما اینکه ما در زلزله ترکیه ایره تجربه کردیم که احتمالش وجود داره بر اساس حکمت الهی و بر اساس مقاومت او فردی و بر اساس کیفیت جایی که در او قرار گرفته احتمالی وجود داره که پس اولین فکر میکنم مسئله که در مدیریت بحران باید به او فکر بکنیم است که خب این تلهای خاک، این آوارهایی که به هر حال متاسفانه دلیل اصلی میدانیم که بارها هم تذکر این تاکید شده که دلیل اصلی ای به عبارتی شدت تخریبی است که خانه ها همه گلی بوده و استقامت بسیار کم و خب این خانه های گلی به هر حال میدانیم که مثلا خانه های قدیمی بسیار پیای محکم و تقریبا میشه گفت بزرگی داره، حالا اینکه آوار بریزه مقدار زیادی خاک و اگر مثلا فرض بگیریم که باران بباره اینا به سرعت دل به گل خواد شدن و احتمال او اولین نکته ای که خیلی مهم است ایست که عزیزان ما، حالا باز تاکید میکنم هم در بحث حکومتی و دولتی و مسئولین زیرت و هم در بحث هیئات مردمی و گروه های مردمی، بسی که ببینید به لحاظ انسانی برای یک آدمی که دیدیم که در فیلم ها و در تصاویر مثلا یک مردی را من دیدم که روی یک تل خاک راه میرفت و اصرار میکرد که 14 نفر زیر خاکن. ببینید ای که ای انسان مثلا صبح از خانه خارج شده 14 نفر از اعضای خانواده خودش دیده، مثلا ما میدانیم که همه سر صبح وقت سر سفره همه بودن. خب ببینید ای که ای آدم مثلا به لحاظ انسانی باور این قضیه و پذیرش این مطلب و حتی او صبوری او به هر حال مواجه بشود با او غم، ای که تصوری که خب حتی نبینه، حتی جنازه های ایران رو نبینه و مطمئن نبا. حتی گاهی وقتا ممکنه این کمان که اعلام میکنن نزدیک 500 نفر اصلا مفقود شدن، معلوم نیست که کجا هستن. ببینید این نگرانی و این استراب دائمی که آدم ها دارن که مثلا بچیم چی شد، همسرم کجاست، مادرم کجاست، پدرم چی شد و خب جنازه رو هم ندیدم. این هم به لحاظ هم به میدونید که به لحاظ اعتقادی به هر حال وظیفه دینی و به عبارتی اسلامی و بعد بسای انسانی مطرح میکنیم، وظیفه ماست که به هر حال جنازه ها در بیاین و بعد مثلا مراسم تدفین و تشییع اونها انجام میشه. نکته دوم که خب این همه میدانیم کمک های انسانی به صورت خاص بحث مواد اولیه مثلا خوراک و به عبارتی پوشاک و با توجه به اینکه ما الان در فصل پاییز هستیم و خب تهران به تناسبی که میدانن یک حالت دشت مانند و هموار هست، هم شبای بسیار سردی داره هم ممکن از بعد چون فصل پاییز روزها هم دمای هوا سرد بشه، خب طبیعتا کمک هایی که
تجهیز کمک ها مثلا به سمتی که حتما خیمه هایی که استقامتی رو داشته باشن که هرات بازشون داشته باد بسیار زیاد داره. یعنی یک به عبارتی الا ابتدایی که ما میخواییم خیمه ها یا به عبارتی یک اسکان موقت داشته باشیم، اسکان موقت ما انقدر موقت نباشه که با یک باد از بین بره. درست. تجهیز مثلا خیمه ها یا اسکان موقتی که یک استقامت قابل توجهی نسبتا داشته باشه و بعد سریعا بسی که خب اینا سرده، هوا که وقتی سرد است و خنک است نیاز به پتو دارن. و نکته بعدی خب همون تامین غذا خوراک و آب و مسائل اینطوری که خب نکته قابل قدری است که همونطور که شما اشاره کردین الحمدلله هم از اخباری که به دست ما رسیده خب با توجه به بله. عزیزانی که داخل هستن کمک های مردمی از داخل خود هرات و همینطور از ولایت های دیگه بسیار نکته مهمی است که مردم از همون ساعات اولیه بعد داخل مردم خود هرات که خب البته یعنی او نگرانی استرس در هرات هم بود که اون زلزله خب کاملا مشهوده بله. و نکته ای که متاسفانه در طول روزها همچنان پس لرزه ها ادامه داره و او استرس و اضطراب دقیقاً برای کلیت ولایت هرات وجود داره، ولی با همون وجود هم عزیزان ما که خب الحمدلله داخل شهر اتفاق خاصی به خاطر استحکام بناها و خانه ها اتفاق خاصی در شهر نیفتاده دقیقاً شروع کردن به سمت حرکت کردن و تجهیز کمک های مردمی، اقلام خوراکی و این بسیار مهم است که حتی غذا گرم بردن آماده و در خدمت عزیزان بوده. این نکته بسیار مهمی است که الحمدلله رب العالمین در این روزها مشاهده و هستیم و بسیار بله. قابل قدره. منتها نکته بعدی مهم است که خانم دوری حالا معمولا به اصطلاح حامیان خودمون میگیم تا وقتی که داغ داغ است، یعنی حادثه جد به عبارتی او چی خودشو داره به لحاظ تبلیغاتی بله. این کمک ها بسیار زیاد است. حواسمون باشه که آدم ها همه زندگیشان را از دست دادن بس. لذا کمک های ما فقط برای 4 روز اول، 5 روز اول و هفته اول نباشه. مادامی که آدم حتی ممکنه این آدم ها به لحاظ روانی آمادگی رو نداشته باشن که تا 1 ماه دیگه به خوبی آین. حتی ما در مباحث روانشناسی مطرح میکنیم سوگ برای 1 نفر نه برای 14 نفر. این تصور یکی آدم همه چیز خود ره همه عزیزان و کسان خودش از دست داده، ممکن واقعا توان کار کردن نداشته باشه، ممکن آدم حتی ما در مباحث روانشناسی مطرح میکنیم ممکنه حتی اتفاقات بسیار بدی برای آدم بیفته، ممکنه دچار افسردگی بسیار مزمن بشه، در بعضی از موارد ناامیدی خیلی خیلی شدید ممکنه باعث بشه که یه آدم دست به خودکشی بزنه. لذا بسیار مهم است که ما فکر امروز و فردا و این هفته نباشیم. در مدیریت بحران برنامه ریزی های ما به قسمی باشه که متوجه باشیم حداقل در 1 ماه 40 روز آینده این اقلام خوراکی که به دست ما میرسه تنظیم کردن اینا، حتی ذخیره کردن اینها که اینا به مرور زمان و به ترتیب دست نیازمندان برسه. درست است. بسیار خب ما یک وقفه داریم تقدیم عزیزان میکنیم و بعد از وقفه همچنان نسبت به موضوع با شما عزیزان گفتگوهایی خواهیم داشت. شما بیننده برنامه روشن و شبکه ایرانی هادی هستیم. همراه بسم ماشید. الله الرحمن الرحیم. در حادثه علمناک زمین لرزه 15 میزان در هرات و مناطق اطراف آن متاسفانه تعداد زیادی از هموطنان ما جان باختند، بسیاری زخمی شدند، خانه های بسیاری تخریب شد. این رویداد غم‌انگیز و علمناک را به مردم شریف افغانستان به خصوص به آسیب دیدگان این حادثه تسلیت می گوییم و خود را در غم آنها شریک می دانیم. از همه کسانی که توانایی کمک دارند تقاضا مندیم که در این وضعیت دشوار هموطنان نیازمند خیش را تنها نگذارند و به یاری آنها بشتابند. از بارگاه خداوند متعال برای جان باختگان این واقعه رحمت و غفران و برای مجروحان شفای عاجل خواستاری. خب تشکر میکنیم و سپاسگزار هستیم از حضور گرم همه شما هموطنان عزیزم و همه شما بیننده های عزیز. در برنامه روشنا هستیم با موضوع زلزله هرات و وظایف انسانی و ای که همه ما انسان ها در قبال یکی دیگر مسئول هستیم و با همدردی و با همدلی میتونیم بسیاری از مشکلات همدیگر را حل کنیم و این وظیفه همه انسان ها هست، به خصوص برای هموطنان عزیز ما در داخل کشور افغانستان هستیم و شاهد مشکلات زیادی از هموطنان عزیز ما هستیم در زلزله اخیر. میپردازیم به موضوعات دیگه‌ای که خب دیگه چه وظایفی داریم ما به عنوان یک انسان، به عنوان یک هموطن نسبت به هموطنان خود ما چه مسئولیت‌هایی داریم و چه باید بکنیم. خب خانم رضایی گفتیم که مسئولیت‌هایی داریم به قبال هموطنان عزیز ما که در زیر آوارها هستند و ای که نباید غافل باشیم، چه علاوه
مادی و چه علاوه معنوی وظیفه ما هست که باید همکاری کنیم، همیاری کنیم. بله. و این که همدردی که میگیم، همکاری که میگیم، اینا یعنی چی؟ یعنی چه باید بکنیم؟ بله، نکته مهم ایستی ببینید. خب این بحث همدلی و همدردی و همکاری رو میشود در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد. نکته اولش ایست که خب طبیعتاً ما در ولایت در ولسوالی زندجان که اتفاق افتاده در این قریات، طبیعتاً کمون که اتفاق افتاده الحمدلله، چون مردم ما یکی از ویژگی‌های بسیار بسیار همونطور که شما اشاره کردید، مردمی که در طول دهه‌های اخیر بارها و بارها، یا شاید بشود گفت که این اغراق نیست اگر بگیم، دائماً در مصیبت بودن، دائماً در رنج بودن، دائماً متأسفانه مشکلات متعدد و مختلفی را تجربه کردن، این حس همدردیشان ناخودآگاه بسیار قوی است که این به محض اینکه اتفاق میفته سریع این همشریکی و همدردی را نسبت به هم ابراز میکنن. حتی خانم روزایی، کسایی که در داخل حتی نیستن، بله بله دقیقاً، جاهای دیگر سفر کردن، مهاجرت کردن، بله، اونها هم نمیتونن تحمل کنن. بله. و یک حس واقعا طبیعی و بله. عادی هست که هر انسانی میتونه داشته باشه. بله. و خصوص هموطنان ما که همیشه در سختی ها و مشکلات بله. دارن. خب قسمت اول که خب همونطورم که شما اشاره کردین، همین عزیزانی که در ولسوالی های در قریه‌جات، در خود ولسوالی های اطراف هرات و حتی مردمی که در شهر هرات زندگی میکنن، طبیعتا نکته اولش ایست که خب همین کمک رساندن و به عبارتی حضور پیدا کردن نزدیکان، اقوان و خیشان و حتی کسایی که توانمندی دارن، مثلا خانه کلانی دارن، مثلا یک عزیزی، خب مدررات بسیار اتفاق میفته که بزرگوارانی که مثلا الحمدلله مرفه هستن، ثروتمند هستن، مثلا به اصطلاح خودمان یک حالتی مستغنی هستن، مثلا در داخل خانهشان مثلا یک طبقه، یک چند تا اتاق خالی است، بود دسته از عزیزانی که خب اینا بیجا شدن، اینا خانه دیگه ندارن تا بس یکی دوباره اسکان پیدا کنن، هر کسی در حد وسعش، حالا ای که مسئولین امر یا دولت یا به عبارتی حاکمیت، به هر حال وظیفش است که اینها را ساماندهی بکنه، وظیفه انسانی ما هم هست که تا زمانی که به هر حال اینا استقرار پیدا میکنن، جایشان مشخص میشه، بس اسکانشان به صورت جدی پیگیری میشه، این مراقبت ها و مواظبت ها رو بکنیم که دوستان، فامیل ها و اقربا اینا خب طبیعتا این کار انجام میدن، ولی از لحاظ انسانی هم شهری ها و به اصطلاح هموطنان ما این بود را داشته باشن که ای که دستت میرسد کاری بکن پیش از آن که از تو نیاید هیچ کار. دستگیری انسانی که به این شدت دچار مصیبت شده قطعا بسیار به لحاظ انسانی بسیار بسیار ارزشمند خواهد بود، شاد کردن دل انسان مسلمان. و نکته مهم اون که وظیفه شرعی، وظیفه دینی و وظیفه انسانی ماست که خدای سبحان به ما دستور بدی داده که نسبت به هم ملاطفت داشته باشیم، نسبت به هم محبت کنیم، دست یک دیگر رو بگیرید. این نکته اول در مورد خب هموطنان خود ما یا مثلا هم ولایتی ها به اصطلاح. نکته بعدی که همونطور شما اشاره کردین، اون دست از هموطنان ما که خب در اقصی نقاط عالم هستن، در بقیه کشورها، در بقیه قاره ها، نکته مهم ایست که باز تاکید میکنم بحث مالی همون بحث مدیریت کردن است، ولی خب طبیعتا نیاز به یک زمینه داره، یعنی حتی برای اسکان، برای مثلا تهیه پتو، برای تامین غذا در ماه های آینده، یک ما نیاز به یک به اصطلاح منبعی برای تامین اینها هستیم. بزرگواران و عزیزان خب میدونید که حالا به لحاظ ارزش پولی طبیعتا یک دلار و یا یک یورو بسیار ارزش نسبتا قابل توجهی برای ما داره. خب عزیزان ما، احسن به شما، گروه های مختلفی شاید اغراق نباشه اگر بگیم ما نزدیک بیشتر از 2 یا 3 میلیون نفر از هموطنان ما در کشورهای به عبارتی اروپایی و آمریکایی مقیم هستن و زندگی میکنن. اگر تصور بکنیم که یک نهضت همگانی پدید بیاد، اگر هر نفری نهایتا مثلا مونون مثال در کمترین حالتش نفری 5 دلار یا نفری مثلا 2-4 یورو یا 3 یورو یا اونایی که دستشان میرسه کم بالاتر مثلا 20-30، این تک تصور که یک اول نکته است که ما یک همدلی همگانی خودمون را نشان بدیم به جهان، او به عبارتی غیرت افغانستانی خودمون را، او مهربانی عمیقی که در دل مردم ما هست، ای که ما درک میکنیم، غم رو متوجه میشیم و به این فکر هستیم که هموطن خودمون را، اگر نمیتوانیم حیات عزیزان او بگردانیم، بله، اگر نمیتوانیم تمام خاطراتی که زیر آوار ماند و از بین رفت خانه ها و خانه های قدیمشان را برشان برگردانیم، بله، ولی تمام تلاشمون را میکنیم که برای بازسازی در حد امکان تلاش کنیم که تا اندازه قابل توجه احسن رفاه اونا و بعد اینکه اگر خدای نکرده مصیبت بعدی پیش آمد، دیگه به این سرعت دچار یعنی خانه ها و محل اسکان یا تنظیمات شهری مثلا در نظر گرفتن نقشه هایی که حداقل نسبت به زلزله، نسبت به بلای طبیعی، نسبت به مثلا به سیل اتفاق یک جوری ساخته بشه که خدای نکرده باز این اتفاق تکرار نشه در ما. و اینکه ببینید
نکته بعدی که بسیار بسیار مهم است همین بحث غمشریکی و همدلی کردن. خب من اشاره کردم که تثبیت شده به لحاظ روانشناختی که ما یک نوع اختلال داریم که اختلال به عبارتی پس از سانحه یا PTSD رو اسم میبرن که بسیار بسیار شایع است، در همه جهان مورد تایید و مورد قبول هست که برای افرادی که دچار حوادث غیر مترقبه میشن یا اونهایی که مثلا در جنگ متاسفانه همونطور که اشاره کردیم مردم متاسفانه همیشه ما بعد از هر انتحاری بعد از هر انفجاری که در گذشته ها اتفاق میافتاد تعداد قابل توجهی داغدار میشدن و این آدم ها به لحاظ روحی روانی به شدت نیازمند کمک های انسان دوستانه به لحاظ روانشناختی هستن. دو دسته یعنی از عزیزان ما همزمانی که کمک های به جسمشون کمک میکنیم همزمانی که تامین احسن به روح اونها و به ذهن اونها که به شدت آسیب دیده. یعنی ببینید باز هم تاکید میکنم ما در گاهی وقتا مثلا یک آدم ورشکست میشه فقط و فقط ثروت نه همه زندگیش ثروت خودش از دست میده، یک آدم مثلا فرض کنید تصادف میکنه موترش مثلا خراب میشه، یعنی چقدر این آدم یا آدم ممکن است که ساعت ها حتی گاهی وقتا روزها دچار یک استرس یک نگرانی و یک اندوه باشه. حالا تصور بکنیم که یک انسان مثل مون پدری که من او را متاسفانه هر باری که به صحنه یاد میآید برام بسیار بسیار تاسف انگیز است، علاوه بر اینکه همه هستی و دارایی و مال و ثروت خودش از دست داده 14 نفر از عزیزانش که اون کیشون اشاره میکرد که من همسرم تازه با زایمان کرده بوده و بچه 5 شو از زندگیش کرده، یعنی نوزاد 5 شبه. باور این درکی قضیه و پذیرش قضیه و کنار آمدن با این درد بسیار بسیار سخت است. به لحاظ روانی او دسته از عزیزان ما که خب تخصصشو دارن، عزیزانی که به هر حال مشاور هستن، عزیزانی که در قسمت روانشناختی و مسائل روانی آگاهی های لازم رو دارن، یک اکیپ هایی که بسیج بشن اینها وارد یا وارد خود ولسوالی ها ولسوالی زندجان و غیره ها بشن، یا اگر این عزیزان انتقال پیدا میکنن اصلا کلا برای یک مدتی دقیقاً ساعات بسیار زیادی در طول روز رو فقط و فقط اختصاص بدن برای مشاوره دادن و برای شنیدن و برای تسلای خاطری عزیزانی که دچار این مصیبت شدن، به خاطری که تحمل و پذیرش این درد بسیار بسیار سخت است. بله. و گاهی وقتا ممکنه یک انسان توان تحملی نداشته باشه و همونطور که اشاره کردم واقعا در بسیار از موارد ثابت شده در دنیا در بعد حادثه که آدم‌هایی که تحملش نمی‌تونن دست به خودکشی می‌زنن. بله. یا آدم‌هایی که بعد از این حوادث دچار مشکلات خیلی خیلی جدی میشن. بله. لذا هم از بعد جسمانی و هم از بعد روحی و روانی انشالله مراقبت کنیم. و این گپ هم بگویم که خانم دکتر رضایی عزیز که کشور ما این ثابت کردن که در مقابل سختی ها در مقابل مشکلات و مصائب بسیار قدرتمند بودن. بله. بسیار مستحکم بودن. بله. و این استواری و این صلابت و این استقامت اینها را واقعا باید قدردانی کنیم. بله. قطعاً همینطور. و مطمئن هستم که هیچگاه هیچ کدام از این هموطن عزیز ما که هم اکنون شاید صدای ما را و تصویر ما را نبینه چون در سختی ها مشکلات بودن و شاید اطرافیان از آنها ببینن و ایره تایید کنن که هرچند هم در سختی ها و مشکلات بودن ولی باز هم امید خودشان را از دست ندادن. بله. باز هم توکل داشتن، امید. بله. داشتن و با هزاران امید و هزاران توکل باز هم بلند شدن و تمام سختی های زندگی خودشان را دوباره ساختن، دوباره از نو متولد شدن. و این میره به قدرت میتونم بگویم که بسیار مردم سخت کوش و توانایی داریم. بله. و افتخار میکنم به وجود هموطنان عزیز ما در هر جایی که هستن. باز هم همکاری کنین و باز هم بیننده برنامه باشین بعد از یک وقفه و میان برنامه که تقدیم شما عزیزان. تشکر از همراهی گرم همه شما عزیزان بیننده، شما عزیزانی که همیشه برنامه روزی داشتین و در تایم برنامه روشنا همیشه بیننده بودین. جان سپاس از حضور گرمتان و همچنین میتونین با ما در ارتباط باشین. نمبرهای واتساپی را همکاران محترم ما زیرنویس میکنن برای شما عزیزان و
با ما در ارتباط باشین. سوال، پیشنهاد، انتقاد و هر صحبتی که دارین ما پذیرای صحبت‌های شما عزیزان هستیم. در ادامه صحبت هستیم با خواهر خوما خانم دکتر رضایی و میپردازیم به ادامه صحبت. خانم رضایی عزیز، ببینید در آیه 30 سوره شورا ما صحبت خداوند را اینگونه خواندیم که خداوند گفته که هر اتفاقی و هر مصیبتی که برای بنده میفته بر اساس اعمال از اوست. درست؟ یعنی ما هر مصیبتی که داریم، هر بلایی که بر سر ما هست به خاطر اعمال خود ما هست. ببینید یکی ای گپ هست. باز در جای دیگه ما خب وقتی که زلزله را علاز علمی بررسی میکنیم خب میبینیم که به خاطر فعل انفعالات است که حالت طبیعی داره. انرژی ها و گسل هایی است که در زیر زمین هست. درست؟ خب خداوند در قرآن این گونه بیان میکنم. حالا من دقیق هم گفتم. و فعل انفعالات طبیعی که علاز علمی ما بیایم زلزله را بیان کنیم و بیایم تحقیق کنیم قسم دیگه بیان میکنه. خب میگن یک فعل و انفعالات طبیعی هست. بله. خب این دو چی میشه؟ یعنی سوال پیش میاد برای همه. خب به هر حال آیا این زلزله و حوادث و بلاهایی که میفتم آیا این به خاطر عملکردهای ما انسان هاست یا به خاطر فعل و انفعالات طبیعی است؟ کدام یک از این هاست؟ بله، نکته مهمی. سالا یک وقتی هست که من اینو تاکید میکنم که غرض ما بررسی اعتقادی یا به عبارتی بحث کردن پیرامون ابعاد اعتقادی مسئله نیست، ولی من هم در پاسخ سوال شما هم به لحاظ اینکه نگاه به عبارتی ملاتفت آمیز داشته باشیم یا حتی میشود گفت که آموزه هایی که میشود از زلزله گرفت، آموزه های تربیتی که میشود از زلزله گرفت و ای که در بعد ذهنی و در بعد شناختی و حتی عاطفی ما روی پندارهای ما و روی باورها و ارزش هایی که در وجودمان هست آیا این تاثیر مثبت میگذاره یا تاثیر منفی، و به این قضیه میپردازم. ببینید خداوند تبارک و تعالی اسما و صفات مختلف و متعددی داره ده. که همه اسما ما بر اساس اعتقادات ما میگیم که صفات خدا جز ذات اوست. وقتی ما قائلیم به اینکه خداوند قادر مطلق است، بله. و خداوند خالق است، بله. و خداوند رزاق است، بله. و خداوند عادل است، و خداوند حکیم است، بله. و خداوند رؤوف است، بله. مهربان است، خب. ترکیب همه اینها محال خانم زوری. این خداوندی که حکیم است هیچ کاری رو بدون داشتن حکمت انجام نمیدهد. و چون ارحم الراحمین هست هیچ وقت نمیخواد که بلا مصیبت روی بنده و چون بیاید. از ببینید خدایی که ز مادر مهربان تر است، خدایی که رأفت و رحمت او، ما در جای جای قرآن اصلا در ابتدای هر سوره قرآن بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی بارها و بارها صفات پروردگار متعال را تکرار میکنیم. وقتی ما میگیم صفات خدا جز ذات اوست، ترکیب همه اینا رو که با هم جمع کنیم، خدایی که حکیم است هیچ کاری رو بر خلاف حکمت انجام نمیده و خدایی که عادل است هیچگاه ظلم نخواهد کرد. یک وقتی هست همونطور که شما اشاره کردید، ما در آیات قرآن در مورد اقوامی و در مورد انبیای پیشین داریم که مثلا فلان پیغمبر در مورد قومش به عبارت اونها رو ارشاد کرد، اونها رو هدایت کرد، نپذیرفتن و در نهایت نفرینشان کرد. یعنی پس از هدایت، پس از خداوند بلایی بود، باز هم بلا مصیبت، بلا و مصیبت نازل میشه. حالا مثلا او طوفان حضرت نوح هست یا مثلا بارش سنگ هست یا همون زلزله ای که برای قوم. ببینید این نکته اولی است که ای بر اساس همون به عبارتی فرمایشی که شما داشتید که در قرآن هم به اشاره شده، گاهی وقتها عدالت خداوند بر مبنای عملی است که از انسانها سر زده، یعنی به نوعی مجازاته. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ آیا جزای نیکی غیر از نیکی است؟ بله، خب در مقابل هم جزای بدی دقیقاً بدی است دیگه. وقتی کفران نعمت، وقتی مثلا تکذیب انبیا، وقتی پشت کردن به همه به عبارتی نعمت ها و آیات مشخص حضرت سبحان است و بعد به عبارتی اینقدر نبی انبیا الهی در مثلا در قرآن اشاره شد، اینقدر تذکر، اینقدر هدایت، اینقدر هشدار و انذار اتفاق افتاده، ولی نکته جالب و مهمی که ما در مورد پیغمبر خودمون داریم که پیامبر ما اساسا پیامبر ما رحمت للعالمین است. در دین ما گاریم این نگاهی که ما نسبت به
باورهای ارزشی و اعتقادی مون داریم که خداوند علیه عز و بالله زنتقام هست، ولی این گونه نیست که انتقام به این شکل بگیره که مثلا اینها مثلا در بعد از زلزله ترکیه هم خیلی ها اومدن و نشستن و این امیر استنباط کردن که آره مثلا به دلیلی که در فلان در مثلا اتفاق افتاده و مردم مثلا بله این نه این ببینید علیه عز و بالله نوعی نگاه بسیار بسیار نادرست و غیر منصفانه به حکمت و قدرت و عظمت و رعفت الهی است. ولی در کنار ما این در قرآن در سوره مبارکه بقره میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. ولنبلونکم لام تاکید داره علی عزیزان که با زبان عربی و حتی با مباحث قرآنی آشنا هستن، به تاکید هر آینه حتما ما شما را امتحان میکنیم، بله، آزمون میکنیم به شیء، به چیزی، یکی خوف ترس، بله، جوع گرسنگی، والان به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال، چیزی اموال. از اموال شما رو میگیریم، والانفس جانهایتان رو میگیریم، و ثمرات بهره، بهترین مفهومی که برای ثمرات عزیزان فرزندانتان رو در زلزله همه اینا با هم جمعه، پس میشه امتحان و احسن. ولنبلو حالا نتیجه آیه چیست؟ فرمایید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، آیه انتهای آیه، و بشر الصابرین، ای پیغمبر بشارت بده کسانی رو که صبر میکنن، الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. کدوم این صبر بشه منو به این معنا، اون کسانی که وقتی مواجه با مصیبتی میشن، وقتی بلایی، ببینید بلای طبیعی هم طور که شما گفتین، این نتی، ببینید مثلا فرض بر مثال اگر که یک مثلا ساختمان چند طبقه فرو میریزه، این مشکل انسانی است، پی این ساختمان رو بد گذاشتن، هیچ کدام از ساختمان های دیگه در این شرایط اتفاق نیفتاد، این فرو ریخت، این اشتباه انسانی است و خدا این انتقام خواهد گرفت از کسانی که این اشتباه رو انجام، این عملی هم که میگه اصلا... همین است دیگه، یعنی که انسان ها اومدن خانه های خود خراب ساختن، ولی وقتی بلای طبیعی و در مورد یک تعداد قابل توجه از انسان هاست، قطعا حکمت خداست، قدرت حضرت سبحان است، نظم جهانی است، عدالتی است که در همه هستی به طور کل نظم و دقتی در همه هستی، و بعد نوعی امتحان اساسی است که حالا در خوشی ها که شاکر بودید، در خوشی ها که تسلیم بودید، در خوشی ها که راضی بودید به رضای خدا، زمانی که یک بلایی با همه ابعاد، ترس ایجاد شده، گرسنگی و تشنگی ایجاد شده، اموالتان از بین رفته، عزیزان خودتان رو از دست دادید، بله، حالا آیا شما ببینید بشر یعنی بشارت بده، ما میگیم که قرآن کلام خداست، لهو و لهب، هیچ گاه پیامبر ما و کلام الهی تکذیب، یعنی چیزی به قول معروف خلاف حکمت الهی نیست، و پیغمبر ما هم هیچ گاه باور داریم که هیچ گاه سخنی بیهوده بر زبان نرانده است، اجاری نکرده. پس ببینید وقتی که پروردگار میفرماید بشر صابرین، صابرین چه کسانی هستن؟ کسانی که وقتی مصیبت دیدن، لذا از هر گونه سوء برداشت ها و برچسب زدن ها، یا این که ببینید یه نوع آزار بنده های خدای بازمانده است. خانم رضایی چطور که شاید سوال پیش بیاد برای بیننده های عزیز ما بگن که چرا یه امتحان آزمایش صرف فقط برای کشور ماست؟ چرا مثلا فقط هموطنای ما باید زیر آزمایش باشد؟ چرا مثلا کشورهای دیگه ای که همیشه در امکانات و رفاهیات هستن، خب این گونه قسم آزمایش نمیشن؟ اون کشور عزیز ما باید امتحان آزمایش باشن؟ خب چرا قسمی باید باشن؟ نه، نکته مهم ایست که اگر به صورت خاص اگر بپردازیم بحث بلای طبیعی، فقط مربوط ما نیست. ببینید خیلی ساده، من این واقعا دوستانه و صمیمانه خدمت هم میزونم، مثلا به عنوان مثلا ما ایالات متحده را به عنوان مثلا متمدن ترین و مرفه ترین، حداقل یکی از مرفه ترین کشورهای جهان، عزیزان بررسی کنن در طول سال گذشته، آتش سوزی، طوفان، زلزله، سرمایه بیش از حد، برف، همه اینا بلای طبیعی است، بر ما نیست. کلیت نظام، البته میدانیم که متاسفانه با کمال تاسف به دلیل اشتباهات کلی بشر، بله، به دلیل سوء استفاده ها و تعرض های کلی بشر در ساحت کره زمین، زمین دچار تحولات جغرافیایی بسیار بسیار واقعا خطرناکی شده. با سال هاست که از بحث میکنن که لایه اوزون نازک شده و حتی احتمال سوراخ شدن هست. خب سوراخ شدن و نازک شدن لایه اوزون، اولین اتفاقی که میفته تغییر در اقلیمه، سرمایه بیش از اندازه در بعضی از کشورها، بله، سیل و باران‌های سیل‌آسا در بعضی از کشورهای دیگه، گرمای بیش از حدی که همین سال چه تعداد کشته داشتیم در کشورهای مختلف به خاطر گرما، جنگل‌ها سوختن، احسن بر شما آتش سوزی های بسیار بسیار گسترده، بله. پس این فقط بر ما نیست، به اصطلاح خودمان رو خلق عالم است، یعنی بر این بلایای طبیعی، ولی جنگ رو و
ولی ناامنی رو، ولی یکی متاسفانه انتحار و انفجار اتفاق میفته، او بستگی به باز سیاست کلی و نوع معامله ما با خودمون، او درست ولی در مورد بلایای طبیعی فقط بلا به سر ما نیست، بلا در سر کل خلق عالم است. میدونی همسایه های ما هر کدوم مثلا یه بررسی خیلی ساده در اقلیم، زمینی که به طور کلی میدانیم که بعضی از اقلیم مثلا کشور ژاپن زلزله خیستنی زلزله خیستنی کشور جهانه. منتها ببینید انقدر حالا همین که در مقابله با بلایای طبیعی ما اشرف مخلوقات هستیم، یعنی خداوند در وجود ما عقل رو قرار داده که امتیاز ما بر همه موجودات عالمه. این همون نکته جالبش که الگوگیری از مردم ژاپن هست. ژاپن تنها کاری که کرده در مقابل زلزله خیز بودن، خب چیکار کرده؟ پیشگیری کرده ما هم که مستحکم ترین ساختمان ها حتی داریم که مثلا ساختمان هایی میسازن که قابل جا به جایی است، زیر همراه با زلزله و حرکت میکنه، مثل دقیقاً مثل یک گهواره. ببخشید گاهی وقتا آدم نگاه میکنه حالا خوره بیام تبدیل به تفریح کرده باشن، یعنی دقیقاً مثل یک گازی که اینا در گاز زلزله اومد، اینا در ساختمان هاشون در خانه هاشون مثل گاز مثلا آهسته آهسته برای خودشون گاز میخورن. اون رو بیام مقایسه کنیم با کشور ما و خانهای کاگلی که در مثلا شهرها و روستاهای اطراف کشور ما. به این نکته باید از این زاویه باید به شدت دقت بکنیم. خب نکته همینجا میتونیم بیان کنیم که چه خوب است که بیان پیشگیری داشته باشن عواقب هایی که در آینده باز هم میفته، به هر حال امکان داره که باز هر امکانی وجود داره، زلزله و سیل و بسیاری از بلاهای طبیعی بیاید و این پیشگیری ها رو باید صورت بدن، انجام بدن، بپذیرن و این خانه های کاگلی و این که استحکام نداره اینها زندگی کردن در چه خانه هایی، خب مسلم است که عواقب بسیار سخت را به بار میارن. بله ببینید، ما همونطور که اشاره کردم قوه یا عقل ما تمیز ماست نسبت به همه موجودات عالم، نسبت به همه جانداران. عقل حکم میکنه که اگر به نکته مهمی که حالا در مورد همه حالا هم ولایتی ها هم ولایتی های امبلوس ولایت اطراف زندجان، مردم ولایت هرات و همه ولایت افغانستان، وقتی یک نمونه ای یعنی یک هشداری داره در یک گوشه، حتی جدا از اینکه در کشور ما، در هر جای دنیا اتفاق میفته، باید این هشدار انسان عاقل اوست که از هر اشتباهی پندی بگیره. بله. و ما ضرب المثل ما داریم، میگیم که آدم عاقل به اصطلاح یک اشتباه رو دوبار تکرار نمیکنه. اگه وقتی این بلا و این مصیبت رو مشاهده کردیم و عمق این فاجعه رو متوجه شدیم، یک شکافی اگر عزیزان ما دیده باشن، شکاف بسیار عمیقی در قسمت هایی از اطراف ولسوالی که بعضی ها میگن تا حدود 2 یا 3 متر شکاف مشخص است، و خب الان پس لرزه هایی که همچنان ادامه داره، حالا کمتر بسیار پایینتر در حد 3 ریشتری یا 4 ریشتری، ولی هست هم خطر نشان دهنده است، زنگ هشداری است که خب مراقبت کنیم. خداوند به ما عقل و فکر رو داده که از او بهترین استفاده ها رو بکنیم و در بسیار از موارد ما با استفاده از همین عقلمون آسایش و رفاه و امنیت خودمون رو باید تامین کنیم. لذا یکی همونطور که شما اشاره کردید شاید زنگ خطری است برای آینده های ما، این که اصلا کلا یکی از مباحثی که در زلزله مطرح میشه پس از زلزله، علاوه بر این که افرادی که ماندن امید زندگی کردن و امید به آینده و برنامه‌ریزی کردن به آینده رو تمرین بدیم بهشان، که خب اگر خب مثلا همه زندگیت از دست رفته ولی تو زنده‌ای، زنده ماندن تو نشانه ای از نشانه های خدا و حکمت است که پس تو میتوانی، یعنی و باید این کارو بکنی، باید ادامه بدی، باید زندگی تو بکنی و به قول شما باید از انگار از نو متولد شدی زندگی تسر. همین عین همین ماجرا در جامعه هم باید پدید بیاد. نگاه حکیمانه تک تک افراد جامعه به خصوص مسئولین و هر کسی که دستش میرسه و توانی رو داره که یک اتفاق جدیدی رو رقم بزنه، اینکه نسبت به این قضیه جدی باشیم، نسبت به این قضیه با نگاه عبرت آموز نگاه کنیم، مدیریت کنیم ساخت و ساز خانه هایمون را، استحکام بناهایمون را مدیریت کنیم، که خب اگر مثلا فرض بر مثال بعدی که انشالله یادسه هر چه زودتر به بهترین نحوی مدیریت بشه و بله. عزیزان ما بتوانن که دوره برگردن به خانه هاشون با یک استحکام دوره اسکان مجدد پیدا بکنن، ولی ما تعداد قابل توجهی از جمعیت کشور ما در ولسوالی‌ها و قریه‌جات هستن، یعنی جمعیت شهرنشین در افغانستان کمتر از جمعیت قریه‌نشین است. خب این اتفاق ممکن است در هر ولایت دیگری بیفته. بله. از همین الان جدی یعنی یک جدیتی هم عزیزان بزرگوارانی هموطنان ما خودشان در قریه‌جات هستن به فکری باشن که استحکام داشته باشه محل سکونتشان، و هم مسئولین، و باز تاکید میکنم ما ممکن است ما به لحاظ اقتصادی بنیان کشور ما بسیار ضعیف باشه، ولی عزیزانی که در نهادهای کمک رسان و باز تاکید میکنم هموطنان ما که در خارج از کشور هستن و میتوانن کمک ها و جلب توجه های بین المللی نهادهای زیربطه او که واقعا نهادهای بین المللی کی کار انجام میدن، یعنی یک نهضت ایجاد بشود که اصلا پیگیری باشه که واقعا کشور خودمون رو به طور کل نه فقط یک قریه و یک ولسوالی و یک ولایت رو به لحاظ استحکام در
ساخت و سازها و بناها مدیریت نوعی بکنیم که مثلا در تا 10 سال آینده اطمینان داشته باشیم که اگر احیانا زلزله با این عظمت یا خدای نکرده حتی بالاتر از این اومد، ما توانمندی مقابله با اون رو داریم و حداقل خیالمون از بابت اینکه خانه هایمون به این قسم ویران نشه راحت باشه. بله، بسیار زیاد تشکر میکنیم خانم زایید از صحبت هایتان. ان شاءالله که عزیزان هموطن ما بیننده بودن و شنیدن و همین قسم که خودشان به عنوان یک انسان کامل و یک انسانی که همیشه وظایف خودشان را میدانن نسبت به هموطنان خودشان تلاش کردن، کوشش کردن و احساس مسئولیت داشتن، باز هم همین گونه خواهند بود. سپاسگزار هستیم، از حضور شما خداحافظی میکنیم و از حضور همه شما عزیزان بیننده که تا این لحظه همراه ما بودین هم جهان سپاس. امیدوار هستیم که همزمانی با این که پیش بینی میکنیم نسبت به حوادث و بلاها، علاوه معنویت هم باید تلاش کنیم و کوشش کنیم که بتانیم معنویت زندگی و معنویت روز و روزگار خود ما را هم بالاتر ببریم. تلاش میکنیم و از خدای بزرگ برای همه شما عزیزان سلامتی و صحتمندی را از خدا خواهان هستیم. خدا نگهدار. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.